برای چی هر سال قربانی میکنیم؟ میلیون ها قربانی که هر سال در تمام کره زمین آن را ضبط کرده می شود. این برای چی است؟ آیا مقصد از این تنها تعام دادن فقیران و مسکینان است؟ بله چنین نیست، بلکه بزرگترین درس از قربانی کردن این است که این شعاری از عبادت هاست و به یاد آوردن اصل این دین و اساس آن است و آن تسلیم شدن به الله یگانه است. اگر چندی از این حکمت نمیگیریم، ابراهیم علیه السلام که دو مرتبه به سختی ها گرفتار شدند، یکم وقتی که الله سبحانه و تعالی ابراهیم علیه السلام را امر کرد که فرزندش اسماعیل علیه السلام را و با همراهی مادرش در سرزمین مکه ترک بکند، مکانی که در آنجا هیچ یگان انیس و یا هم نشین نبود، و آنها را در آنجا ترک کرد که این امر پروردگار بود و او به پروردگار خود باور داشت. در همین وقت همسرش هاجر به ابراهیم علیه السلام چنین گفت: آیا تو را به این کار الله امر کرده است؟ ابراهیم گفت: بله. پس هاجر گفت: اگر چنین باشد ما در اینجا غیب نمیزنیم. پس در مدت کمی آب و خرمایی که آنها داشتند تمام شد. کودک خرسال این ابراهیم علیه السلام از تشنگی و گرمی هوا گریه میکرد. پس هاجر بین صفا و مروه 7 مرتبه سعی کرد که آبی را پیدا کند. دیری نگذشته از زیر قدم اسماعیل علیه السلام آب جاری گردید و آن آب زمزم بود و هاجر آواز را شنید که چنین میگفت: نترس که گم شده باشی، بلکه الله تعالی اهل خود را گم نمی کند. دوم، دشواری ابراهیم علیه السلام. وقتی که ابراهیم علیه السلام را به ذبح اسماعیل علیه السلام کرد و این امتحان بزرگ بود که خلیل الله ابراهیم علیه السلام دیگر راهی نداشتند، تنها راهی تسلیم شدن به او تعالی بود. الله سبحانه و تعالی در قرآن فرمود: پس چون هر دو گردن نهادن و پدر پسر را به پیشانی بیافکند و ما ابراهیم علیه السلام را ندا کردیم که ای ابراهیم، به درستی که خواب را راست کردی، همانا ما نیک کاران را همچنین جزا میدهیم. براستی که آن ماجرا امتحان ظاهر بود و به عوض او ذبح بزرگ دادیم. سوره صافات آیت 103-107. از اینجا تعلیم میگیریم که اسلام این تسلیم شدن مطلق به الله سبحانه و تعالی و به رسول است، بیگان قید و بحث و کشمکش، بلکه تسلیم باشد با دانستن حکمت آن و یا فهمیدن علت آن، و این درسی بزرگ است.